سلام عرض میکنم خدمت تمامی همراهان عزیز مارکت نیوبی. امروز در خدمتتون هستم با تحلیل بنیادی بر روی شرکت build.com. امیدوارم که از این ویدیو لذت ببرین، ولی قبل از اینکه شروع کنیم میخواستم ازتون خواهش کنم لطفاً این ویدیو رو لایک کنید و اگر تا به حال کانال مارکت نیوبی رو سابسکرایب نکردید لطفاً این کار رو انجام بدید که بتونیم به همدیگه یک کمک متقابلی انجام داده باشیم. عیده خوی سیاهی و غیر مطلب بازار بورس استرالیا در یک نگاه سال 1000 مالیاتی هر سال بازار بورس ایران و فارس امروز میخوایم راجع به سرمایه گذاری بازار مسکن باهات صحبت کنیم. این ویدیو مخصوص کانادایی هست، مخصوص اقتصاد آلمان. در مورد شرکت build.com باید بهتون بگم که این شرکت در سال 2006 توسط رن لاسرت تأسیس شده و دفتر مرکزیش توی شهر کوچیک پالو آلتو، در واقع بین سان فرانسیسکو و سان هوزه هست. این ایریا رو معمولا بهش میگن سیلیکون ولی. سیلیکون ولی در واقع بهشت تکنولوژی هستش. اونجا هدکوارترهای شرکت‌های بزرگی مثل فیسبوک، اپل و گوگل قرار داره و خیلی منطقه معروفی سیلیکون ولی توی کالیفرنیا. این شرکت حدوداً 544 تا امپلوی داره. سکتوری که توش قرار داره سکتور تکنولوژیه. خب به خاطر همین هم هست که خب احتمالاً دفتر مرکزیشو توی پالو آلتو قرار دادن که نزدیک شرکت‌های تکنولوژی باشن. اینداستری که توش کار میکنه پکیجینگ سافتویر یا همون بسته نرم افزاریه. در واقع این build.com یه بسته نرم افزاریه که حالا جلوتر راجبش با هم صحبت میکنیم و بهتون توضیح میدم که در واقع چه کاری انجام میده. سیمبولش یا همون تیکرش در بازار بورس همون بیل هست، همون مثل اسمشون BILL، و سهامشون در بازار بورس نیویورک ارائه میشه. رقبای این شرکت کم نیستن، ولی خب از اون چند تاشون رو بخوام نام ببرم، یکیشون تیپالتیه، یکی استمپلیه، یکی مینرال تریه. اگر که یه خورده دقت کنیم به کارهایی که این شرکت انجام میده، یه جورایی میتونیم بگیم رقیب پیپل هم هست، چون که پیپل در واقع شما میتونید پول ترانسفر کنین بین کلاینت، کاستومر و وندرها. و در واقع اینم این کارو انجام میده، اینم بهتون این امکانو میده که شما بتونید پول ترانسفر کنید، تاییدیهشو بگیرین. بنابراین یه جورایی پیپل هم رقیبش هست. حالا اگه بخوایم در مورد اونایی که بیشتر تخصصی کار میکنن تو این زمینه صحبت بکنم، شاید ازم بپرسید که خب حالا مزیتش نسبت به اون شرکتایی که نام بردید چیه. این شرکت رقم پایینی رو برای ممبرشیپش به بیزینس ها ارائه میده، چون که تمرکزش روی این بوده که سعی کنه که بیزینس های کوچیک رو کمک کنه. برای ممبرشیپش ماهی 50 دلار داره، ماهی 60 دلار داره، 70 دلار داره و تو هر کدوم از سرویس ها یه چیزای خاصی رو بهتون ارائه میده. بسته به اینکه بیزینس شما در واقع چی احتیاج داره، شما میتونین که انرول کنین و تو هر کدوم از اونا که دوست دارین کار کنین. البته این قابلیت رو هم داره که شما اگر که واقعا یه کار مالی هست که فقط شرکت شما انجام میده، بتونین باشون تماس بگیرین و اونا میتونن این پکیج سافتور رو براتون حتی کاستومایزش کنن، یعنی یه کاری بکنن که در واقع همون جوری بشه که شما لازم دارین و مطابق با خواسته ها و نیازهای شرکت شماست. البته دیگه وقتی که اون کار رو انجام بدن، خب طبیعتا قیمتش ماهیانه گرونتر میشه و اون مبلغ ازتون نمیگیرن. یه مزیت دیگه هم که داره و خودشون سعی کردن این قیمت رو پایین نگه دارن اینه که معمولا شرکت هایی که پول رد و بدل میکنن بر اساس درصدی از اون پولی که شما رد و بدل میکنین یه پولی رو میگیرن. مثلا میگن ما 1%، 2%، حالا هر چقدر که رقمش هست و از اون پولی که داره ترانسفر میشه برمیداریم به عنوان کارمزد. ولی اینا کارمزدشون رو ثابت نگه داشتن و گفتن برای ما مسئله این نیست که شما الان این صورتحسابی که میخواید پرداخت کنی یا پولی که براتون بابت کاری که انجام دارین داره ارسال میشه چقدر هست، ما فقط 49 سنت پر ترانزکشن ازتون میگیریم. و این کمک میکنه که اولا که آدم بدونه خب هر دفعه چقدر پول باید پرداخت کنه، دیگه نیاز به حساب کتاب کردن نداره. بعدم که خب فکر میکنم رقم پایینیه، شما اگر که یه پول رقم بالا داری ترانسفر میکنین بین خودتون و مشتریتون یا وندرتون، خب این کمک میکنه که یه مقدارم پول اونجا سیف کنین. بنابراین این یه قسمتی از مزایاش نسبت به رقبایی که در حال حاضر توی بازار داره.
Build.com در واقع یه کلاود بیس سافتور سولوشن هست برای بیزینس ها. به بیزینس های کوچک، متوسط و حتی بزرگ کمک میکنه، ولی بیشتر فوکوسش روی شرکت های کوچک و متوسط هستش. در واقع این شرکت سیستمش یا همون پکیجی که ارائه میده کامپتیبل با SMB نتورک پروتکل. خب این خیلی چیز خوبیه، اجازه میده به سافت‌ورهای دیگه که بتونن بهش کانکت بشن. در واقع شرکت‌هایی که روی SMB پروتکل کار میکنن میتونن با هم دیگه فایل ترانسفر کنن. خب این کمک میکنه که بتونن با شرکت‌های دیگه هم در ارتباط باشن. حالا اگه که بخوام بهتون بگم که این سافت‌ور چه کاری انجام میده برای بیزینس‌ها، بعد بهتون بگم که مهمترین و اولین کاری که انجام میده و تصمیم برای این بود که اینجوری در واقع این شرکت رو شروع کردن، برای این بود که بیاد به بیزینس های کوچیک کمک کنه که وقتی میخواد صورت حساب ایجاد کنن برای مشتریشون یا صورت حسابی دریافت کنن از وندرشون، به صورت اتوماتیک انجام میشه. پس جنریت اینوایس ها یکی از این کارهایی هست که در واقع Build.com انجام میده. بعد بهشون اجازه میده که بتونن مدیریت داشته باشن رو پول نقدی که دارن توی حسابهای دیگه، توی نرم افزارهای دیگه. خب حالا که این دومی گفتم، حتما سومی خودتون دیگه حد زدین. در واقع یه کار دیگه ای که انجام میده اینه که این ارتباط رو برقرار میکنه بین اکانت هایی که شما دارین توی بانک های مختلف یا توی سیستم های مختلف. وقتی که این ارتباط برقرار میشه، خب طبیعتا شما میتونین پول به حساب کسی بریزین یا پولی رو دریافت بکنین. خب پس این ترانزکشن مالی هم براتون انجام میده و این یکی از سرویساشه. سرویس خوب دیگه‌ای که داره و کامل میکنه سرویس قبلی رو اینه که در واقع به شما یه رسید و این تاییدیه رو میده که پولی که فرستادید توسط طرف دریافت شده یا پولی که براتون ارسال شده یا ارسال نشده، و میتونه خیالتون راحت باشه که پول دریافت کردین توی حسابتون یا نه. این کارا رو که انجام میده، خب طبیعتا باید با یه سری کمپانی ها در ارتباط باشه، همونجوری که بهتون گفتم که از SMP استفاده میکنه. در حال حاضر با بانک های بزرگی مثل بانک آف امریکا، JP مورگن یا همون چیس و PNC داره کار میکنه و خیلی از شرکت های حسابداری هم با این شرکت در واقع دارن کار میکنن و در ارتباط هستن. خب این چه کمکی میتونه بکنه؟ اینه که دیگه به صورت دستی نیازی نیست که بیزینس ها بیان اطلاعاتشون رو ببرن بدن به حسابدارشون که براشون کار مالیاتیشون انجام بده. تمام این نرم افزارها میتونه به هم متصل باشه و اونا میتونن تمام اطلاعات رو در کسری از ثانیه دریافت کنن و روشون کار کنن، مالیات این شرکت ها رو تنظیم کنن و نه تنها خیلی سریعتر انجام میشه، بلکه خب قطعاً دقیق‌تر انجام میشه، چون که همه چیز بر اساس ترانسفر شدن دیتا الکترونیکلی هست. خب اینا میتونه درصد خطای انسانی رو در واقع پایین بیاره. خب دوستان، اگه بخوایم راجع به اعداد و ارقام این شرکت با هم صحبت کنیم، باید خدمتتون عرض کنم که پرایس ارنینگ ریشیو این شرکت در واقع عدد 48 هست، یه مقدار از میانگینی که شرکت‌های S&P 500 دارن بالاتر هست، ولی که این نشون میده که در واقع سرمایه‌گذارا فکر میکنن این شرکت آینده بهتری داره، بنابراین حاضرن پول بیشتری پرداخت کنن برای اینکه بتونن سهامدار این شرکت باشن. از اون طرف اگر که نگاه کنیم به نت اینکامشون در سال 2019، میبینیم که رقم منفی 7 میلیون دلار بوده. یه عدد منفی که میبینیم بعضی موقعا ما رو به فکر وامی داره که چرا این عدد منفی شده. خب این عدد منفی شده چون که اینا سرمایه گذاری انجام دادن توی زمینه کاریشون که بتونن در آینده بهتر پیشرفت کنن و بزرگتر بشن، در ضمن تازه به بازار بورس اومدن. اگر که این عدد رو حالا مقایسه کنیم با مارکت کپشون، در واقع بخوایم یه درصدی ازش بگیریم، مارکت کپشون عدد 7.4 بیلیون دالرزه. خب در واقع نگاه میکنیم میبینیم اون عدد منفیه نسبت به مارکت کپشون فقط 1/1000. خب نمیتونه زیاد تأثیرگذار باشه. البته اینو باید اینجا بهتون بگم که همیشه
با یک عدد منفی نباید بگیم که این شرکت بده و با عدد مثبت بالا نباید بگیم که این شرکت خوبه. باید خیلی چیزا رو در نظر بگیریم، کنار هم قرار بدیم تا متوجه بشیم که نهایتاً این شرکت چه حالتی داره و ممکنه که پیشرفت کنه یا نکنه، در چه وضعیتی قرار داره. بخوایم رابطه به EPS هاشون صحبت کنیم، کوارتر چهارم 2019 کارشناسا فکر میکردن که EPS اینها در واقع منهای ممیز 0.8 باشه که اینا اومدن اون نظر کارشناسا رو بیت کردن و به رقم منفی ممیز 0.6 رسیدن. در سال 2020 در کوارتر اول کارشناسا باز فکر میکردن که اینها EPSشون در واقع نگاتیو 0.10 باشه، ولیکن اینا اومدن دوباره بیت کردن نظر کارشناسا رو، این دفعه با 42% و تونستن که EPS نگاتیو 0.04 رو ارائه بدن. خب این نشون میده که این شرکت داره در واقع هی هر روز بهتر میشه و پیشرفت میکنه و داره رو به بالا حرکت میکنه، حداقل وقتی که به این last two quarters که نگاه میکنیم. این شرکت خیلی نوپای در واقع در بازار بورس. 12 دسامبر 2019 با رقم 37.25 دلار وارد بازار بورس شده و توی این مدت خب بالا پایین داشته. دلیلش هم این بوده که هممون میدونیم که کووید اتفاق افتاد و تمام سهام ها به یه صورتی پایین اومدن و دوباره بعضی از اون شرکت هایی که خوب بودن جون گرفتن و بالا رفتن و نشون دادن که حتی اگه یه اتفاق مثل کووید واسه شون بیفته، اگه شرکت رو پا باشه و بر اساس نیاز مشتری ها باشه میتونه دوباره خوب ریکاوری کنه. این شرکت هم یکی از اونا بود. درسته که قبل از که وارد بحث کرونا بشیم تقریبا سهام 60 دلار بود، تقریبا 50% افت کرد، ولی خیلی زود تونست ریکاوری کنه، حتی تونست به رقم بالای 105 دلار برسه و الان هم سهامش تقریبا هلوش 95 دلاره و یه رشد صعودی نسبتا خوبی رو در طول این مدت داشته. اگه بخوام راجع به سی ای اوشون یعنی رنه باهاتون صحبت کنم، بعد بگم که ایشون لیسانس و فوق لیسانسش رو از دانشگاه استنفورد گرفته. لیسانسش توی زمینه اقتصاد و فوق لیسانسش مهندسی اینترنت هست. از سال 97 تا 99 واسه شرکت اینتویت کار میکرد. شرکت اینتویت یه جورایی اونم شرکت حسابداری به حساب میاد، ولی در قسمت نیروی انسانی، در واقع با پیچکا، پیرول سیستم و بنفیت کارمندا و اون زمینه ها کار میکنه. دو سال که واسه اونا کار کرد تا سال 99، بعد تصمیم گرفت که گفت که خب حالا شرکت خودمو داشته باشم. اومد شرکت خودش رو باز کرد به نام پی سایکل، در واقع همون کار اینتویت رو انجام میداد، تو زمینه پیرول کار میکرد و اون شرکت رو تا سال 2006 جلو برد و سال 2006 اون شرکت رو به شریکش داد و اومد رفت شرکت build.com رو افتتاح کرد. شرکت build.com هم خب همونجور که توضیحاتش رو خدمتون دادم شرکت حسابداری هست، ولی خب دیگه در زمینه مختلفی کار میکنه، تمرکزش روی پیرول و پیچک و اینا نیست، در واقع با مشتری و وندر و صورت حساب و اینا کار داره و داره تو اون زمینه کار میکنه. 25 سال تقریبا تجربه کار در زمینه حسابداری رو اگه بخوام به صورت کلی بگیم داره، ولی خب کارشناسا یه انتقادی هم بهش دارن، میگن که درسته که رنه تجربه خوبی داره، تحصیلات خوبی داره، تونسته شرکت رو پیش ببره، ولی کن تجربه این که سی ای او یک شرکتی باشه که در بازار بورس هستش رو تا به حال نداشته. البته همونجور که داریم اعداد و ارقام رو میبینیم، قیمت سهام این شرکت رو میبینیم، میبینیم که این شرکت داره رو به بالا پیشرفت میکنه. تا حالا رن خوب عمل کرده، ولی خب این شرکت چون که یه شرکت نوپای توی بازار سهام هست، بهتره که بیشتر واچش کنیم، حواسمون بیشتر بهش باشه تا ببینیم که در آینده چجوری میخواد عمل کنه و گزارش های آیندهش چطور خواهد بود. خیلی ممنونم که این ویدیو رو نگاه کردین. اگر سوالی دارین یا اینکه انتقاد و پیشنهادی راجع به این ویدیو یا همه ویدیوهای ما دارید، لطفاً کامنت بذارید. ما حتما کامنت ها رو میخونیم و در اولین فرصت سعی میکنیم که بهشون جواب بدیم و همیشه سعی میکنیم که هر روز بهتر از روز قبلمون باشیم. روز روزگارتون خوش باشه. تا ویدیوهای دیگر، خدا نگهدار.
اگه میخواید تجربه متفاوت از مشاهده ویدیوهای کلی یوتیوب مارکت نیو داشته باشید، اگه میخواید از تازه ترین خبرها، تفسیرها، تصمیمات اداره خزانه داری آمریکا، تاثیراتش بر روی نرخ ارز، شاخص طلا و و و خبر داشته باشید، و اگرم میخواید یه نگاهی هم به بعضی خرید و فروش های ما داشته باشید، به کانال خصوصی یوتیوب مارکت نیو بپیوندید. کافی این دکمه جوین رو بزنید و با نازل‌ترین قیمت به کلیپ خصوصی ما بپیوندید. همه چیز هم یوتیوب براتون هندل میکنه. لینک ویدیویی که توضیح میده کلیپ خصوصی یوتیوب مارکت نیو چی هست رو این بالا میذارم. اون ویدیو رو ببینید، حتما قشنگ مفصلا توضیح دادم که این کلیپ خصوصی چی هست، چه لولی داره، چه خدماتی ارائه میده. اگه بازم سوال دارید پای همین ویدیو به صورت کامنت بپرسید، حتما بچه‌ها کامنت‌های شما جواب میدن. کلیپ خصوصی مارکت نیو در انتظار شماست.